دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید توی جلسه پیش با بازی گردو شکستم با مفهوم قدر و مطلق آشنا شدیم فکر کنم اگه ویدیو رو ندیده باشید الان وسوسه شدید که برید ببینید که چجوری من تونستم گردو شکستم و به قدر و مطلق رفت بدم اما خب این جلسه میخوایم آشناییمون رو از بازی به سمت ریاضیات بیاریم کام هیچ جای دنیا شما گردو شکسته و نتونید به قدر مطلق رب بدید ولی این چیزایی که تو این جلسه من میگم و همه جا میتونید به قدر مطلق رب بدید خب بچه گفتیم که ما وقتی که صحبت از قدر مطلق میکنیم در واقع منظورمون اینه که یک وقتی میگیم قدر مطلق یه عدد میخوایم ببینیم اون عدد چند واحد از محور از مبدع ما یا نقطه صفر فاصله داره پس من اینجا دوباره می منظورمون از قدر مطلق قدر مطلق عدد x قدر مطلق عدد x برابر با بچه چی؟ برابر با تعداد واحد ها یا فاصله عدد x از مبدع یا همون نقطه صفر بچه خب توجه به این تعریف حالا شما به من زود تون سریع بگید قدر مطلق منفی دو چی میشه حالا اگه زود تون سریع نمیتونید بگید خب اشکال نداره یه تقلب کوچولو اینجا ما میکنیم از محور اعداد استفاده می‌کنیم عدد منفی دو چون منفی سمت چپ محور مبدمونه و اینجاست منفی یک منفی دو خب حالا فاصله تعداد واحدهایی که از فاصله داره چقدر بچه ها؟ این یه واحد اینم دو پس قدر مطلق عدد منفی دو برابر شد با دو حالا بچه ها من بگید که قدر مطلق عدد دو عدد مثبت دو چی بچه دوباره چون اینجا عدد مثبت اینجا چون مثبته یعنی سمت راست محورمونه و چون عدد دو میگیم یک دو عدد مثبت دو اینجا حالا قدر مطلقش چی میشه بچه ها میشه تعداد واحدهایی که فاصله داره از مبدا که میشه یک دو درسته پس قدر مطلق مثبت دو هم شد دو حالا بچه ها یه, یه, تمرین دیگه هم با هم دیگه میکنیم ببینید به ما گفتن که قدر مطلق منفی چهار رو حساب کنیم عدد منفی چهار چون منفی سمت چپه مبدمونه و یه منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار چند تا واحد فاصله داره بچه ها؟ یه واحد دو واحد سه واحد چهار درسته پس قدر مطلق منفی چهار رو چهار از طرفی از همون خواستن که قدر مطلق عدد پنج رو حساب بکنیم مثبت پنج چون مثبت سمت راست محورمونه و میشه یک دو سه چهار پنج چند واحد فاصله داره بچه ها؟ یک دو سه چهار پنج درسته پس قدر مطلق عدد مثبت 5 میشه 5 حالا بچه‌ها به این مثالایی که نگاه به دست آوردیم مثالی که حساب کردیم یه نگاه بکنید عدد منفی دو قدر مطلقش شد دو در واقع یه جوری من اگه بخوام ریاضی بگم میدونم که انقدر این قدم ها رو شمردم شما دیگه مفهوم کاملا ملکه ذهنتون شد حالا ریاضیوارش اینجوریه که میگم عدد منفی دو که کوچکتر از صفر بود قدر مطلقش مثل اینه که این منفی دو رو ضرب در منفی کرده باشیم که شده دو ولی از طرفی عدد مثبت دو که عدد مثبته قدر مطلقش با خودش برابر شده اینجا هم دوباره همینه قدر مطلق منفی چهار برابر بوده با منفی منفی چهار که شده چهار و قدر مطلق 5 عدد مثبت 5 شده خود 5 خود عدد مثبت 5 خب حالا بر اساس چیزی که من اینجا گفتم یه قاعده کلی میشه حساب کرد اگر فرض کنید عدد x رو داشته باشیم وقتی که من میگم x منظورم یه متغیره یعنی این متغیر هر مقداری میتونه داشته باشه و بخوایم قدر مطلقش رو حساب کنیم اگر x کوچکتر از صفر باشه بچه ها قدر مطلقش وقتی که میگیم x کوچکتر از صفر باشه، مثلا مثل منفی دو اینجا بچه دیدیم که قدر مطلق منفی دو برابر با دوه و مثل اینه که منفی دو رو ضبط در یه منفی بکنیم پس اینجا وقتی که x کوچکتر از صفر باشه قدر مطلقش میشه بچه چی؟ منفی x ولی اگر x مثبت باشه مثل مثال عدد مثبت دومون و عدد مثبت پنجمون قدر مطلقمون چی با خود اون x برابر میشه پس این قاعده کلی قدر مطلق بچه ها. من این دو شرطی که اینجا نوشتم این دو ضابطه که در واقع اینجا نوشتم قاعده کلی قدر مطلق شما با این قاعده کلی دیگه همه جا باید بتونید که چیکار کنید بچه ها قدر مطلق حالا ممکنه یه سوالی برای تو مطرحش بگی تو, تو ایکسای کوچکتر از صفر رو گفتی ایکسای بزرگتر از صفر هم گفتی تکلیف صفر چی میشه بچه ها؟ نگاه کنید بچه فاصله صفر از مبدع داد صفر چقدر؟ صفر واحد هیچ فاصله ای نداره پس قدر مطلق برابر با صفر اگر ایکس برابر صفر باشه درسته؟ خب بچه ها. این سه زابطه شد زابطه محاسبه قدر مطلق شما دیگه اینو جلوتون داشته باشید یا چه محور اعداد رو جلوتون داشته باشید هیچ مشکلی دیگه نباید در محاسبه قدر مطلق داشته باشید مرسی تو جلسه بعد دو تا مثال از قدر مطلق با هم حل میکنیم و باز مبحث قدر مطلق رو ادامه میدیم ممنون فعلا خدافز